aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere laftan anlamaz. تو میتونی این کارو بکنی، تو عاشقشی. حیات تنها زنیه که تو عاشقشی. مامان بزرگ چی شده؟ چی میخواد بشه پسرم؟ مگه نمیخوایم بریم شام؟ میریم، ولی من میخواستم بیام دنبالت. عزیزم میخوای تا اونجا بیای یا دوباره برگردی؟ خیلی طول میکشه، بعدش هم انقدر منتظر موندم که خسته شدم، حوصله‌ام سر رفت. بیا بریم دیگه. راستش کار خوبی کردی، ولی کاش زنگ میزدی میومدم بیرون. فعلا که نیومدی. زود باش، زود باش، طرف داماد نباید دیر کنه. زود باش، عجله کن. باش. وایسا، من گردم بند و حلقه رو یادم رفت، حالا میارمش. این بچه اصلا حواسش سر جاش نیست. مراد سالسیلماز؟ بفرمایی خودمه. ببخشید یکم دیر کردیم، یه پاکت براتون فرستادم. روز بخیر. ممنون. اون چیه پسرم؟ فکر کنم از شرکته. بذارش کنار پسرم، بعدن نگاش میکنی. بریم، دیرمون میشه. این همه سال با هم بودین، داداشمو تنها نذار. پسرم، من گفتم این نامه رو باز نکن، اما شاید یه چیز مهمی باشه. نمیدونم، حتما از شرکت فرستادن. فکر کنم سنده، بعدم نگاه میکنم. خوش اومدین. ممنونم پسرم، باعث زحمتت شد. خواهش میکنم. حمید، تو همینجا منتظر باش.
سلام علیکم. حیات، قلبم داره از هیجان وای میسته. امیدوارم همه چی به خوبی و خوشی تموم بشه. مامان، آرایشم پاک نشده؟ قربونت برم دخترم، مثل ماه شدی عزیزم، ماشاءالله. اینا اینجا چی کار دارن؟ ببین باشه لگنی اومدن اینجا، آبرو ریزیه واقعا. ببین تو رو خدا با کیا داریم وصلت میکنیم نجات؟ آره خب، زیادی خوب نیست با این مینیبوس اومدن. خب مگه چیه؟ ماشین کلاسیکه دیگه، به نظر من خیلی هم خوبه. پیاده نمیشین؟ والا من نمیام، بذار اول اونا پیادهشن قشنگ برن تو، بعدش ما میریم داخل، اینجوری بهتره. باشه، پس من میرم، خودتون بهتر میدونین. خوش اومدین، جا رزرو کردین؟ مگه اینجا اداره دولتی یا بیمارستان رو دخت دادم؟ باید وقت قبلی بگرفتیم؟ کار زندگی داریم بابا، بذار بریم. بابا جون، بدون رزرو که نمیشه. ای بابا امینه خانم، شما هم که همه چیز رو میدونیم، ما همینو میدونیم. خاطرم با دختر خوشگلم که شوخی کنم. مهمونای سارسیلماز هستیم. باشه، پس لطفا پالتوهاتون رو تحویل بدیم. باشه، تو هم راهو بهمون نشون بده دخترم. وای، اینجا چقدر خوشگله دخترم، انگار که قصر رستوران نیست، همه جاش برق میزنه. حتما اینجا خیلی گرونه ها. وای، کاش فهیمرم میآوردیم، کلی کیف میکردیم. مامان، من خودم کلی هیجان زدم، لااقل تو آروم باش. باش بیبک، میخوام بهت یه چیزی بگم. به نظرت دروخ میاد یا نه؟ معلومه که میاد دختر، مهمونی داداشش نه یا چی میگی؟ ولی نمیدونم که آقا کرم چی میاد یا نه. سلام دخترم. چطوری دوستم؟ خوبم دوستم. خیلی خوشتیب شدی. تو هم خیلی خوب شدی. درو کرم میاد یا نه؟ راستش بهش مسیج دادم ولی نمیدونم بیاد یا نه. باشه. بفرمایین، خیلی خوش اومدین. من راهنماییتون میکنم، لطفا از این طرف، خواهش میکنم. بفرمایین آقا حشمت، اینجا برای شماست. ممنونم. بفرمایین. نیازی به این همه تدارکات نبود که. تو این جوجه ها همیشه توی بشتخاب به بزرگی یه سینی یکم گوش میذارن، کنارشم یه گوجه و یه سیب زمینی میذارن، روشم یکم نعنا میریزن، کلی هم پول ازت بگیرن. باید مراسم رو تو خونه میگرفتیم. شب همگی بخیر. شب بخیر. من پدر مرادم، نجات سارسیلماز. خوشبختم. منم همینطور، همسرم دریا. چطوری دخترم؟ متشکرم، خوشحالم شما رو اینجا میبینم. شما چطورین؟ بهتری؟ شما هم خوش اومدین دخترم. هرچند من فکر میکردم شام خانوادگی، اما ما همه یه خانواده این دریا خانم، یعنی تو روزه خوب و بد همیشه کنار همیم، همدیگر رو تنها نمیذاریم. خوبه خوبه، ماشالله. دروغ جون، تو بیا پیش من بشین. این مادر شوهر آیندت خیلی خطرناکه، مراقب باش. الان تو وضعیتی نیستم به این چیزو فکر کنم، دارم از هیجان میمیرم، مرادم هنوز نیومده. اصلی ها داره نگاهت میکنه. کی؟ اون زنی که مادر دروغ داره با نگاهش میخورتت.
انگار میخواد منو بخوره. ما هم یکم پیش اومدیم، گرسونم دستش درد نکنه، ما رو راهنمایی کرد. بله دیدیم، دیدیم چقدر پر سر و صدا اومدین. وقتی تعداد زیاد باشه خب مینیبوس بهتره. کاش به ما خبر میدادن، اون وقت ما شما رو میرسوندیم. چرا عددم، ما خیلی راحت اومدیم، یا اینجوری یا اونجوری، خدا رو شکر ماشین هست که ما رو این ورون ود ببده. وای واقعا که خیلی خوشگله، یعنی دکورشون محشره، میزشون عالیه، حتی گلاشم همرنگ دستمالاشونه، مگه نه؟ من که از اینجا خیلی خوشم اومد. پس خوشتون اومده، چقدر خوب. مراجو خیلی لارجه، از این به بعد زیاد میاین اینجور جاها، مطمئن باشی شانس در خونتون رو زده. خوش به حالتون. آروم باش دخترم، آروم باش. ولی اون اصلا ساکت نمیشه. آروم باش دخترم، آروم باش. ساکت باشین، دل هم دیگه رو نشکنین، ساکت باشین، ساکوت. اومزون انونتن در آکار دنیزه، یاشلان سایدوک سندوم سنون ایله دیز دیزه. Karaymış dalının açtığı beyaz çiçeği, bu sevdadan fayda yok, geçirmişim zamanı, yüce dağ değilim. Ah ben de sevdim, kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış daha kavuşamadan, Mevlam ayrılık yazmış. Yüce dağ değildi dün, duman sardı başım. Sevdum beni ağlar, ah ben de sevdum. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış. Daha kavuşamadan, Mevlam ayrılık yazmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış. Çalma kemençem dertli, zaten yüreğim yara. Boyla ayrılık olmaz, hep mi bu vaktim kara? Civran'ın yalisine vardır küçük bir liman. Gelmayalım göz göze, ağlarım dayanamam. Yüce dağ değildim, duman sardı başımı. Sevdim beni ağlar, ah ben de sevdim. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış. Daha kavuşamadan, Mevlam ayrılık yazmış. Yüce dağ değildim, duman sardı başım. Sevdim beni ağlar, ah ben de sevdim. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış. Da kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış. Yüce dağ değildim, duman sardı başım. Sevdum beni ağlar, ah ben de sevdum. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış. Da kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış. Da kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış.
خوش اومدین. مامان بزرگ، آقا حشمت بابا بزرگ حیاته. فکر کنم بقیه رو میشناسین، برای همین میتونیم بشین. مراد جون چطوری؟ خیلی هیجان زده به نظر میرسی. ممنونم، ممنون که پرسیدی. باشه، با اجازتون. کجا میری دریا؟ میرم یه نگاهی به آشپزخونه بندازم. الان میام عزیزم. مشکل چیه؟ دریا خانم، به ما دستور دادن خبرنگار را. اما من شخصا آقا وداتو دعوت کردم، میخوان بیان چند تا عکس بگیرن و بعدش برن. آه، پس اینطور. من خبر نداشتم، معذرت میخوام. بفهم. خیلی مراقب باش کسی تو رو نبینه. باشه، عکسای خوبی ازت میخوام. باشه. باشه خانم. موفق باشی. ممنونم دریا خانم. چند دقیقه دیگه سرو غذا رو شروع میکنن. چقدر همه مضطربن مگه نه؟ آره، از این یخن نمیتونم غذا بخورم. به خودم خوش اومدی کرم. مام، خوشحالم که اومدی. شب همگی بخیر. نجات، مادرت چه شده؟ به خدا نمیدونم، ولی بهتر این شام هرچه زودتر تموم بشه. من که خیلی استرس دارم. آقا حشمت، عظیم خون عظیم خانم، وضعیت بچه ها رو همه آدمایی که سر این میز نشستن میدونن. جفتشون هم دیگر رو دوست دارن. تو این وضعیت ما فقط باید یه کار انجام بدیم، عاشقا رو به هم دیگه برسونیم. کاش که همه عاشقا به هم میرسیدن. خب البته اونقدر هم آسون نیست. بعضی وقتا همه ی عاشقا به هم نمیرسن. عشق خیلی پاکه عظیم خانم، با پول خرید و فروش نمیشه. تا
کسایی که عشقشون رو میفروشن و باید چیکار کرد؟ درست میگین آقا حشمت، عشق خیلی پاکه، نمیشه با پول بخریش. آدمی که واقعا کسی رو دوست داره عشقشو فکر میکنه با یکی دیگه ازدواج میکنه. بگذاریم آقا حشمت، از این حرفا بگذاریم. چطور بگذاریم؟ من 50 ساله که نتونستم بگذارم. 50 سال؟ منم نفهمیدم. حلقه رو بدیم و قضیه رو همینجا تموم کنیم. قرار نیست حلقه ملقه دست کسی کنیم. بابا بزرگ، منظورت چی؟ یعنی این قضیه همینجا تمومه؟ نه، من به شما دختر نمیدم. نمیدم. خب نمیدی نده، منم دختر تو رو نمیگیرم. مامان بزرگ چی کار میکنی؟ لابی فیلم بدین. مامان یه کاری بکن. دخترم چی کار کنم؟ میگه بریم دیگه. ایا دو دفعه تکرار نمی کنم گفتم لابی فیلم بریم. زود بشین بودو. مامان بزرگ یه چیزی بگو. آقا حشمت، اوه عجب خبرهای داغی. چه خبرهای چاپ کنم؟ آقا حشمت دفتمو ول کن. لطفاً اینجوری نکن. لطفاً مدفل نداریم، ول کن دفتمو. بشینین حرف بزنیم. حرفی به یه گفتن ندادیم. از این به بعد از یه مصری این دختر آدم دا یلش بیجکسون. مامان بزرگ. عظیم خانم. مامان بزرگ خوبی؟ مامان بزرگ حالت خوبه؟ تا بخورید. خوبی؟ مراد منزود ببر خانه. آقا لطفاً ماشین منو بیاری. حرف مامان بزرگ تو گوش نکن، فوراً ببرش بیمارستان. وایسا الان میاد. این همه غذا حیف شد. میگم بهتر بسته‌بندی کنیم بفرستیم براشون. نه نه الان بهتره آب یخ بخورن. دریا تو چی داری میگی؟ تو این وضعیت این چه حرفیه که میزنی؟ باشه عزیزم. مامان دیگه به این آدم ها از بالا نگاه نکن، بعدش هم بهتره به این وضعیت عادت کنی، چون داداشم بالاخره با حیات ازدواج میکنه. از امروز به بعد یکم شرایط سخت میشه. بایستا چی شد مامان بزرگ؟ نمیتونم نفس بکشم، یکم هوا بخورم خوب میشم. حالت اصلا خوب نیست، بیا ببرمت بیمارستان. نه 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 الان خوب میشم، من خوبم خوبم پسرم عزیزم، منو ببخش، این قضیه نمیشه. مامان بزرگ چی داری میگی؟ تازه از پیششون اومدی، بعدش هم میدونی که من حیاتو ول نمی کنم. میدونم، اما کاری از دستم بر نمیاد، باید حیاتو فراموش کنی. چرا؟ مگه چی عوض شده مامان بزرگ؟
چی شده؟ بعدش هم چی بین شما و آقا حشمت بوده؟ پسرم عزیزم، اون آدم اگه قیامت هم بپا بشه نوشو به سارسیل مازان نمیده. از کجا میدونی آخه؟ میدونم، ولی چیزی نپرس. دارم دیوونه میشم، دیوونه. من میخوام بخوابم، کسی صداش در نگرد، خوابمو نپذونین. اگه بپذونین منم شما رو میپذونم و عذابتون میدم، عذابتون میدم، فهمیدین یا نه؟ مگه میشه بابا بزرگ حشمت؟ مگه عقلمونو از دست دادیم ای بابا؟ خب مگه ما دیوونه ایم؟ واسه چی شما رو بیدار کنیم؟ میخواین قبل خواب یه بار دیگه فشارتون رو بگیرم ها؟ نه خیلی لازم نکرده، بهم آرامش بدین همین بس. شما اصلا نگران نباش بابا بزرگ حشمت جون، من الان همه اینا رو سایلنت میکنم. حیات در بزن دخترم، زود باش. من چرا در بزنم؟ من نمیتونم. تو بزن آسی. آره من بزنم، آره من بزنم، تا بعدش هی بهم بگه دختر موقعشنگ. مگه بهت نگفتم منو بیدار نکن؟ چرا منو بیدار کردی؟ ایپک بزن، من نمیزنم، خود ایپک بزن. نه مگه من دیوونم که خودمو بندازم تو آتیش؟ چی میگی؟ من نمیتونم همچین کاری بکنم. این چه شده؟ یه دفعه حرفم نمیزنه، هیچی هم نگفت، این همه مدت پدر شوهر من بوده، من که تا حالا اینجوری ندیده بودمش. ای بابا نمیخواد که ما رو بخوشه. خیلی خوب، من در میزنم، من در میزنم. توبه استغفر الله، این بیشعور کیه این وقت صبح؟ من میرم. برو ببین. صبح بخیر. تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدم با بابا بزرگت حرف بزنم. زده به سر چه حرفی؟ ما هم نمیتونیم باش حرف بزنیم. حیات از دیشب تو حالا دارم دیوونه میشم، میخوام باش حرف بزنم. آقا حشمت تو رو خدا ساکت شو، الان صدا تو میشنوه، الان برو دعوا میشه. حیات به نظرت نباید با هم حرف بزنیم؟ حداقل بیا ما با هم حرف بزنیم. باشه حرف میزنیم، من به زنگ میزنم، ولی الان خواهش میکنم. نه باید حرف بزنیم. اینجا نمیشه. باشه پایین منتظرم، بیا. اگه نیای باز دوباره میام زنگ این درو میزنم. زود چاپ میشه؟ آره، یعنی خیلی منتظرم همه این خبر رو ببینن. میخوای اینو تیتر بزنی؟ نه نه اصلا خوشم نمیاد، مثلا همچین چیزی خوبه. خوشگل خوشگلا با یه داستان زیبا که فقط تو فیلما میشه پیداش کرد، سارسیلمازها رو گرد زد. این خیلی خوبه. چند روز پیش اون خبری که چاپ کردیم در مورد دوستی مراد سارسیلماز با دختر معاون وزیر کمال پکتاش مثل بمب ترکیده بود، ولی یه بمب دیگه دیشب ترکید، دختری که اسم واقعیش حیات اوزانه. تو داری چی کار میکنی دریا؟ نجات من فقط میخواست. امروز من یه بارم صدام و روت بلند نکردم دریا، همه یه کاراتو نادیده گرفتم، ولی امروز دیگه نه. تو چطور میتونی یه کاری بکنی که به خانواده من و پسرم آسیب برسونی؟ ها؟ چطور میتونی؟ چطور میتونی دریا؟ نجات جون من فقط برای اینکه مراد از اون دختر آسیب نبینه. صدا تو ببر دریا. این کسافت کاریاتو سریع تمیز میکنی، فهمیدی؟ اون خبر به هیچ وجه نباید چاپ بشه، فهمیدی؟ نجات نمیتونی اینطوری سر من داد بزنی. میزنم، بدترشم میزنم. اگه به پسرم ضرر بزنی دیگه بهت رحم نمی کنم. به من؟ به زنت داری اینا رو میگی؟ اون وقت چی میشه؟ اگه خبر رو چاپ کنن چی میشه بگو؟ من طلاقت میدم، برمیگردی همون آشغالدونی که ازش اومدی، فهمیدی؟ پس خوب فکراتو بکن، هر کاری کنی به ضرر خودت تموم میشه. بیا بریم، زود
باید برگردم. دخترها دارن کشک میده. زود حرفامونو بزن. اتفاقات دیشب چیزی عوض نمیکنه. ما ازدواج میکنیم. مراد، نمیدونم بین مادر بزرگ تو پدر بزرگم چی بوده، ولی حتما خیلی چیز مهمی بوده. خب این مشکل اوناست، به ما چه ربطی داره؟ یعنی چی ربطی نداره؟ اونا خانواده ما. میخوای طبق خواسته دیگران زندگی کنیم؟ آره؟ یعنی برای دلیلی که نمیدونیم چیه میخوای از هم دیگه جدا بشیم؟ پس چی کار کنیم مراد؟ چی میتونه جلوی ما رو بگیره؟ ها؟ زود بسوی. بیا از اینجا بریم. همین الان. کجا؟ بریم. میخوام بدوزدمت، فهمیدی؟ نه مامان بزرگم نه بابا بزرگت، فقط من تو. هستی؟ من نمیتونم، یعنی اینجوری نمیشه. چرا نمیتونی حیات؟ من با این همه سختی دارم همه چی رو ردیف میکنم، تو چرا نمیتونی؟ چون من نمیتونم به خانوادم پشت کنم. خوبه، باشه پس. من بهت نگفته بودم دیگه این ورد پیدت نشه؟ گفتیم، ولی همونطور که میبینین گوش نکردم. پس یه کاری میکنم که گوش کنی. مراد برو لطفا. ببینین آقا، نمیدونم بین شما و مادر بزرگم چی بوده، اما خواهش میکنم ما را قاطی نکنم. منم قاطیتون نگردم. فکر کنم تو هنوز نفهمیدی. تو بیرون این قضیه حرفی. این خانواده به شما دختر نمیده. ولی من میگیرم. میدونی که میتونی این دخترتو بگیری؟ بهت بگم، وقتی برف قرمز از آسمون بباره. باشه، پس کاری میکنم اونم بباره. برو. من دیشب به تو چی گفتم؟ مگه حرف آخرمو بهت ندادم؟ نگفتم این وسوسه فرد نمیگیره؟ چرا گفتی؟ تو چی کار کردی؟ حرف بابا بزرگی تو اصلا حساب نکردی و رفتی تو. من مرادو خیلی دوست دارم. سوالمو جواب بده. آره رفتم. خب تو غلط کردی بابا. زود باشه جلوی چشم باره گم شه، وگرنه یه بلای سرت میارم. زود باش. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. همه کارا داشت خوب پیش میرفت، نمیدونم چی شد یهو همه چی به هم ریخت. اصلا نمیفهمم یعنی چی، چرا همه چی یهو خراب میشه. والا دیگه من خودم هم نمیتونم به سرعت این داستان برسم. قلب من به آدرنالین بالا عادت داره، نمیتونه این سرعت رو تحمل کنه. دیگه تحمل نداره. حال هممون گرفته شد. داداشم شروع کرد به داد زدن سر همه، با هر کی کنارش بود دعوا میکرد. الانم میدونی دیگه هممون عصبی هستیم. یه بوهای بدی به مشامم میاد، دارم حسش میکنم. یعنی داره هی بیشتر میشه. تا الان تو راه، خیلی نزدیکه، حسش میکنم. دروک ماما، میشه یکم حرف بزنیم؟ باشه. بله ماما، گوشم با توه. ببینم مرادو دیدی؟ نه هنوز که نایمدی شرکت. خیر باشه، بشین ببینم چی شده. نه خیر، منظورم اینه که اصلا امروز حرف نزدی، این چیزی بهت نگفت، همینجوری کنجکاو شدم. درباره چی باید با هم حرف میزنیم؟ الان که ذهن داداشم درگیره، نمیتونیم با هم درست حسابی حرف بزنیم. بهتره بگم اصلا حرف نمیزنه. بعدش هم اگه میخوای از زبون شرف بکشی، از الان بهت بگم و اصلا وقت مناسبی نیست. یه زنگ به داداشت بزن. یوهی چی شده داداشم، اینقدر برات با ارزش شده؟ پسرم سوال نکن، زود باش به داداشت زنگ بزن. جواب نمیده.
خسته نباشی اوستا. برای چی اومدی؟ تو برای چی دیشب اومدی؟ حرفو عوض نکن. نه، پس بذار من بگم. اومدی چون ما دوستیم، رفیقیم و مهمتر از همه داداشیم. داداش چای میخوری؟ بیار، البته که میخورم. بیار. باید بهم کمک کنی. شنیدی؟ این وقت روز؟ بعد از اتفاقای دیشتر فقط این میتونه درستت کنه. حق با تو. من وقتی فهمیدم میخواستم بهت بگم، ولی پک جلومو گرفت. بعدش هم عظیم خانم. باشه باشه، بی خیال، مهم نیست. بعدش من زیادی بزرگش کردم، معذرت میخوام. چطور مهم نیست رفیق؟ من به خاطر این از ایپک جدا شدم. خب اشتباه خودته. برای چی؟ چون موضوع فقط بین من و حیات بوده، برای همین. منظورت اینه که باید میبخشیدمش؟ مثل تو؟ باید کاری کنم که برف قرمز بباره. چی کار باید بکنی؟ باید کاری کنم که برف قرمز بباره. تو رو خدا ببین من چی میگم، تو چی میگی پسر؟ رفتم جلوی در خونه ی حیات. بابا بزرگش گفت تا برف قرمز نباره دخترمو باید نمیدن. اوها، اون دیگه چیه؟ برف قرمز دیگه چیه؟ چیز غیر ممکنه دیگه پیدا نکرد. خب چی کار میخوای بکنی؟ چی کار باید بکنم؟ کاری میکنم که بباره. مادر جون بهتری؟ آره خوبم. انقدر نپرس دیگه نجات. یعنی نمیخوای بگی؟ تو با این آقا حشمت از کجا هم دیگه رو میشناسی؟ منظور چیه نجات؟ داری از مادرت حساب پس میگیری؟ ای بابا، خب دیشب همه چی رو به هم زدین، نباید بپرسین. نباید بپرسین. یه چیزی میدونم که گفتم نمیشه دیگه. به بقیهش هم کاری نداشته باش. مطمئنی بهش تحویل دادی؟ آره. آها، کنارش هم یه خانم مسن بود. باشه، فهمیدم. خیر باشه. چرا اینقدر ترسیدی؟ نه خب، یهویی اومدین جلوم، برای همین شوکه شدم. شما چطورین؟ بهترین؟ به تو چه؟ دارم دیوونه میشم. دریای احمق، برای چی اون نامه رو فرستادی؟ دخترم اینو بخور، برای اعصابت خوبه. نمیخوام مامان، مگه من مریضم؟ ولش کن نروش، بده من بخورم. بفرما بابا.
اون چیه دیگه؟ توبه توبه. آی یه چیز قرمز داره میباره، به خدا نشونه قیامته. توبه استغفر الله. حشمت حسان بیا بیرون ببین، گفتی برف قرمز بباره، باید حیاتو بدی به من. تو دیوونه ای. امینه اون گوشی رو بده ببینم. شکستت دادم بوز لجباز. بگیر بابا جون. ابو پلیس میخواستم یه گزارشی بهتون بدم. بابا جون وایسا، چی کار داری میکنی؟ بله یه مزاحم اومده تو محلمو، نوامو اذیت میکنه، اگه میخواین اسمشم بدم. آره ازان تو محلمونه، بنویستدشم مراد سرسیلماز حشمت اوزون. Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet oyunundan. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner. Şarkı vardı neydi la la la. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet oyunu. Şarkı vardı neydi la la la. Aşk bu belli mi olur? Döner beni bulur. Hayat benim değil mi? Şans bu belli mi olur? Döner beni bulur. Aşk laftan anlamaz.